درود به شما همراهان بی‌نظیر کانال کریپتو فارسی. من جواد هستم و در این ویدیو می‌خوایم به صورت خلاصه با توجه به وضعیت اصلاحی مارکت، سناریو چیدمان سبد و بررسی دارایی‌هامون رو با هم مرور کنیم. تو ویدیو قبلی که لینکش رو بالا براتون می‌ذارم، ما مهمترین عامل محرک بازار در سطح کلان رو که بر پایه اصل عرضه و تقاضا بود، مورد بررسی قرار دادیم و در نهایت به این نکته رسیدیم که مارکت کریپتوکارنسی داره روز به روز محبوبیت و مقبولیت بیشتری پیدا میکنه و ما با آموزش، شناخت و سرمایه گذاری در زمانهای مناسب میتونیم به عنوان نسل اولی های کریپتو قدمهای خوبی در جهت رشد سبد دارایی هامون برداریم. از اونجایی که اگه سرمایه گذاری تو این مارکت رو از چند ماه پیش شروع کرده باشین، با توجه به اصلاح و ریزش اخیر در ضرر هستین، تو این ویدیو میخوایم به صورت خلاصه به یک استراتژی مناسب برای سبد دارایی هامون برسیم. این ویدیو نکات طلایی و خیلی مهمی رو داخلش داره و من هم سعی کردم تا حد امکان موضوع رو ساده و با توضیحات و مثالهای کافی بیان کنم تا حتی برای مخاطبینی که تازه وارد این مارکت شدن و با اصطلاحات، مفاهیم و اصول کریپتو بازارهای مالی خیلی آشنا نیستن کاملا قابل درک باشه. پس لطفاً چند دقیقه وقتتون رو بذارین و این ویدیو رو تماشا کنین. مثل همیشه ممنون از حمایت ها و همراهیاتون و بزن بریم به سرعت برخوبان، بزن بریم از اینجا. خب بریم ببینیم منطقی ترین استراتژی ما تو شرایط ریزش و اصلاح چی میتونه باشه. قبل از هر چیز این ویدیو تنها نظر شخصی منه که میتونه درست یا نادرست باشه و میتونه با روحیات برخی سازگار یا ناسازگار باشه. از اونجایی که پارامترهای زندگی شخصی هر فردی با فرد دیگه متفاوته، لطفاً حتماً قبل از بررسی و اعمال اون در سبد خریدتون تحقیقات لازم رو لحاظ کن و با علم و تحلیل خودت تصمیم بگیر. از نظر من استراتژی ما بر مبنای نوع فعالیتمون توی مارکت میتونه کاملاً تفکیک بشه. یعنی اگه شما تریدر هستین و از نوسانات بازار درآمد کسب میکنین و به ذات و ارزش و هویت یک رمز ارزکاری ندارین، خب این مارکت خوراک کارتونه، چون نوسانات زیادی داره و هر خبر فاندامنتال میتونه این تلاطم رو بیشتر کنه. تنها توصیه دوستانه من بهتون اینه که سعی نکنین با معاملات اهرمدار و فیوچرز و طمع و فومویی که برای کسب سود بیشتر سراغتون میاد دارایی هاتون رو تومه لیکویز شدن صرافی های مختلف کنین. سعی کنین با تحلیل و اتخاذ یک استراتژی مناسب از نوسانات بازار سود منطقی خودتون رو کسب کنین. این نکته رو یادتون باشه که بیشترین سود صرافی ها نه در سرمایه گذاری هاشونه، نه در فروش کوین و توکن هاشون و نه در پورسانت گرفتن از ترید کردن من و شماها، بلکه بیشترین سود صرافی ها در لیکوید شدن کاربرانشونه و شما با معاملات اهرمدار بدون استراتژی مناسب عملا دارین این فضا رو برای رشد بیشتر اونها فراهم میکنین. ولی اگه شما هولدر هستین و احتمالا هم توی ضرر هستین، روی اصلی صحبت من با شماست. من دو تا سناریوی مختلف رو برای این حالت در نظر میگیرم. حالت اول، شما با رعایت پارامترهای ریسک و مدیریت سرمایه پول مازادتون رو وارد بازار کردین و بعد از تحقیق در ارتباط با پروژه مورد نظرتون روی اون کوین یا توکن سرمایه گذاری کردین و الان توی ضرر هستین، که به اعتقاد من بهترین نسخه برای من و شما در این شرایط حفظ دارایی هامونه. بذاریم با یه مثال اینو روشن‌تر کنم براتون. احتمالاً همتون داستان کندل ها، نقاط ورود و خروج و شادوهای بالا پایین رو در تایم فریم زمانی مشخص میدونید. پس بذارین یه بار این داستان رو با هم مرور کنیم. بسته به یک تایم فریم زمانی دقیقه‌ای، ساعتی، روزانه و حالت‌های مختلف، نقطه شروع و پایان یک کندل ثبت میشه. اگه کندل سبز رنگ باشه، یعنی نقطه خروج و انتهای اون کندل در بازه زمانی تعریف شده از نقطه استارت یا ورود یا شروع بالاتر بوده. مثلا قیمت ما در ابتدای ورود به یک کندل یک ساعته و زمان ورود ما 1.25 دلار بوده
و در انتها بعد از یک ساعت این کندل با قیمت 1.5 دلار بسته شده. پس این کندل سبز میشه و بالعکس اگه قیمت اون از 1.5 دلار شروع شده باشه و در پایان یک ساعت با 1.25 صدم بسته شده باشه، یعنی این کندل نزولی بوده و میتونیم نزول قیمت رو توی بدنه اون کندل مشاهده کنیم. شادوی بالا هم به بالاترین قیمت توی این یک ساعت میگن که مثلا تو این مثال ما 2 دلار بوده و شادوی پایین هم پایین ترین قیمت توی این یک ساعت که مثلا 1 دلار بوده. پس به طور خلاصه این کندل در ابتدای یک ساعت از قیمت 1.25 دلار شروع شده، توی این بازه یک ساعته بین 2 دلار که سقف بالا و 1 دلار که کف پایین بوده نوسان داشته و در نهایت در تایم فریم یک ساعته با قیمت 1.5 دلار بسته شده که نشونه یک کندل سعودی یا کندل سبز رنگ. خب حالا ما میخوایم یک کندل جدید در بحث سرمایه گذاری با هم طراحی کنیم و سعی کنیم با رعایت استراتژی مناسب همیشه این کندل سبز رنگ یا تو سود بسته بشه. نکته مهم اینه که دقت کنین که توی طراحی این کندل در ابتدای ورود یا زمان خرید ما به تایم فریم یا بازه زمانی هیچ توجهی نداریم. فرض کنین نقطه 1 نقطه ورود ما به بازار بوده و تصور کن از زمانی که تو بیت کوین رو خریدی توی نقطه 1 مثلا با قیمت 45,000 دلار، قیمت یه مقدار بالاتر رفته و مثلا به نقطه 2 که 50,000 دلار بوده رسیده و تو به عنوان هولدر این رمز ارز رو نگه داشتی و نفروختی و بعد از گذشت زمان الان قیمت به نقطه 3 که 35,000 دلاره رسیده و حتی ممکنه پایین ترم بره. تو اگه با رعایت موارد گفته شده و تحقیق در پروژه این رمز رو خریدی، به اعتقاد من کاملا اشتباه میکنی اگر توی نقطه 3 یا هر نقطه پایین تر از نقطه 1 که نقطه خریدت به قیمت 45,000 دلار بوده ارزت رو بفروشی و از مارکت خارج شی. تو حتما باید صبر کنی که توی نقطه 4 که نقطه بالاتر از نقطه 1 یا نقطه خرید 45,000 دلاریت از این معامله خارج شی. بسته به شرایط بازار، برای اینکه نقطه 4 بتونه از نقطه 1 بالاتر بره هزاران پارامتر فاندامنتال و تکنیکال وجود داره و ممکنه این بازه زمانی توی تایم مشخصی انجام نشه. به همین دلیله که ما وقتی یک کندل رو تو اینجا داریم طراحی میکنیم تایم فریمش رو مشخص نمیکنیم. ولی مهم اینه که دقت کنی این کندل برات سبز رنگ بسته بشه و نقطه خروج ارزت بالاتر از نقطه ورودت باشه و وقتی که زمان فروش و نقطه خروجت این بالاتر از نقطه 1 بسته شد، اون موقع میتونی تایم فریم زمانی خودت رو مشخص بکنی و برای خودت توی چارت یا یک کلکولیشن شیتی که داری حساب کنی و ببینی که مثلا بعد از 1 ماه، 1 سال، 2 سال و غیره تو به یک سودی توی این بازه خریدت رسیدی. پس تو عملا یک معامله رو باز کردی که نقطه خروجت از نقطه ورودت بالاتر بوده و طراحی اون کندل یا تایم فریم زمانیش بر مبنای نقطه ورود و خروج تو ثبت شده. نکته طلایی که میخوام بهت بگم اینه که دقت کن تا زمانی که تو دگمه سل رو نزدی، حتی اگر قیمت فعلی ارزی که خریدی از قیمت خریدت پایین تر بره تو ضرر نکردی. تو توی ضرر هستی ولی ضرر نکردی، چون توی شادوی پایین هستی. ضرر وقتی برات رخ میده که نقطه 4 یا نقطه خروجت از نقطه 1 یا نقطه ورودت پایین تر بسته بشه و به عنوان یک معاملگر تو از این سیستم خارج شده باشی. تو باید به عنوان یه هولدر انقدر صبور باشی
و انقدر این قضیه رو بتونی مدیریت کنی که تایم فریم مناسب برای زمان بالاتر رفتن نقطه 4 از نقطه 1 رو پیدا کنی. مثلا فرض کن من بیت کوین رو رو 60,000 دلار خریدم، الان شده 30,000 دلار. آیا من ضرر کردم؟ نه، چون من چیزی نفروختم. همینطور اگه بیت کوینم از 60,000 دلار الان شده باشه 100,000 دلار، من سودی نکردم تا زمانی که بیت کوینم رو نفروخته باشم. مگه ما هر روز قیمت ماشین، ملک، طلا و دارایی هامون رو چک میکنیم و میگیم دیروز قیمت بالاتر بود پس امروز که اومده پایین‌تر من ضرر کردم؟ شما وقتی سود یا ضرر میکنی که کندل خرید و فروشت رو بسته باشی و از معامله خارج شده باشی. در غیر این صورت شما در شادوهای پایین و بالا هستی. فرض کن فارغ از پارامترهای تورم و کاهش ارزش پول، مثلا تو 2 سال پیش یه سکه رو که داشتی فروختی و الان داری حساب میکنی با توجه به قیمت حال حاضر سکه اگه اونو نفروخته بودی و هولد کرده بودی اینقدر بیشتر سود میکردی. این مثال درستیه. چرا؟ چون اون معامله برای تو بسته شده و تو اون کندل رو که نقطه ورود و خروج رو یه تایم فریم داشتی بستی، ولی در زمانی که توی معامله و توی معادله هستی هیچ ضرری نکردی اگر نقطه 4 از نقطه 1 پایین تر اومده. پس به طور خلاصه اگه هولدر یا با علم و اطلاع و تحقیق پروژه‌ای رو برای سرمایه‌گذاری انتخاب کردی، دیگه الان باید بدونی که چه استراتژی رو انتخاب کنی. حالت دوم اینه که تو هولدر هستی ولی بدون اطلاع و آگاهی و تحقیق و با حرف جواد و علیرضا و کانالای یوتیوب و اینستاگرام و غیره وارد پروژه شدی. الان که مارکت اصلاح و ریزش داشته، وقتشو داری که رو پروژه زمان بذاری، تحقیق کنی و ببینی واقعاً پروژه‌ای رو که روش سرمایه گذاری کردی پروژه خوبی هست یا نه. وایت پیپر، رودمپ، اخبار، سرمایه گذارا، مارکت کپ، تی وی ال و و پارامترهای مختلفش رو ببینی و به خصوص ببینی درصد ریزشش توی این مارکت اخیر چقدر بوده. اگه دیدی گزینه بهتر یا پروژه موفق‌تری سراغ داری، الان که شرایط برای ورود به ارزهای با پشتوانه و هدفدار مناسبه، به اون پروژه های خوب که تو مارکت هستن و تحقیق کردی راجع بهشون وارد شو. چون وقتی مارکت صعودی بشه دیگه به این راحتی با این قیمت ها نمیتونی واردشون بشی. و نکته آخر این که اگر تکنیک خرید پله‌ای با روحیه و شرایطت سازگاره، وقتی مارکت 20-25% اصلاح میده و تو پول مازاد داری و میخوای سرمایه گذاری کنی، تایم خوبیه که یک مرحله وارد بازار بشی. حتی اگر ریزش ها بیشتر هم بشه، تو با مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک باز هم میتونی بیشتر وارد پروژه ها بشی و عملاً با خرید پله‌ای داری میانگین قیمت خرید یا همون نقطه 1 تو پایین تر میاری. یه قانون کلی توی بازار همیشه میگه مقداری از سودت رو تو بازارهای سعودی سبز رنگ سیف کن تا بتونی توی ریزش ها و قیمت های پایین از فرصت هایی که بازار بهت میده برای خرید استفاده کنی. این دوتا عکس همیشه برای من جالب بوده که توی ریزش ها ملت فرار میکنن یا اونقدر مدیریت سرمایه نکردن که توی بازار قرمز پولی برای ورود ندارن، و بالعکس تو ATH ها و مارکت سعودی که اصلا بازار نیازی به تحلیل نداره، چون شما هر ارزی رو بخری حتی شیت کوین و میم کوین هم سود میکنی، ملت برای خرید صف میکشن. خب امیدوارم تا حدودی تونسته باشم دیدگاه و شرایطی که خودم سعی میکنم توی ریزش ها اتخاذ کنم رو باهاتون به اشتراک بذارم. اگر ویدیو و توضیحاتی که دادم براتون مفید بوده یا با استراتژی من هم نظر هستین، ممنون میشم که با لایک و شیر به الگوریتم یوتیوب کمک کنین که این ویدیو رو به نفرات بیشتری پیشنهاد بده. ولی اگر تحلیل، نظر و استراتژی متفاوتی دارین، لطف میکنین که توی کامنت یا در گروه تلگرام کریپتو فارسی تحلیل، نظر و ایده خودتون رو با بقیه به اشتراک بذارین تا من و بقیه هم بتونیم از نظرات شما استفاده کنیم. کانال کریپتو فارسی بستریه که هممون به عنوان نسل اولی های کریپتو سطح دانش و اطلاعاتمون رو بالا میبریم و به کمک هم و با تبادل نظر دارایی هامون رو در این مارکت جذاب ولی پرخطر حفظ و بیشتر میکنیم.